آیت الله العظمی شیرازی در بخش دیگری از سخنرانی سالانه در جمع مبلغین درباره اهمیت و ضرورت گسترش شعائر حسینی در سراسر دنیا فرمودند: ما باید سعی کنیم به وسیله امام حسین علیه السلام مردم به پیغمبر خدا، امیرالمؤمنین، حضرت فاطمه زهرا و امام حسن مجتبی و بقیه ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین اعتقاد پیدا کنند. معظم الله در ادامه فرمودند: خصوصا در کشورهای غیر اسلامی که مردم شناختی از دین ندارند، به وسیله امام حسین و با مشاهده عزاداری های حضرت سید الشهدا میتوان دیگران را با دین اسلام آشنا کرد. ایشان در رابطه با جواز هجرت فرمودند: هجرت از یک کشور اسلامی به یک کشور غیر اسلامی اگر مستلزم کارهای حرامی باشد و همچنین مستلزم عمل به واجب نباشد جایز نیست، اما اگر هجرت سبب تبلیغ دین و روشن کردن و هدایت دیگران می شود، حتی اگر آن فرد اهل منبر و سخنرانی و ارشاد نیست، اشکال ندارد. آیت الله عظمی شیرازی در ادامه فرمودند: اگر هجرت برای کسانی که حتی معلومات کافی ندارند اما سبب هدایت عده‌ای حتی به مقدار کم می شود، در چنین شرایطی حتی واجب است. با هم فرمایشات آیت الله عظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. یکی دیگه، توسعه شعائر مقدسه امام حسین در دنیا. الان تو خیلی کشورهای دنیا هست مجالس حسینیات، حیات، عزاداری ها، سینه زنی ها، دستجات، همه جور شعائر هست، اما هنوز همه جای دنیا پر نیست. این باید پر بشه، به کل ناس برسه، خصوصا کشورهای غیر اسلامی. حالا کشورهای اسلامی کم و بیش توش قدری هست، اما تو همین کشور اسلامی کشورهایی هستن که ممکنه تو فلان شهر نیست، اصلا عزاداری نیست، شعائر نیست. اینایی که هستن، اینایی که میتونن، اینایی که قدرت دارن، حرج و ضرری هم نیست براشون بر فرض، بره تو اون شهر حسینیه درست کنه، اقامه عزا بکنه، تو اون ده، فلان ده نیست، بره تو اون ده اقامه کنه، پول بده اگه میتونه، بفرسته کسی رو تشویق کنه، پول جمع کنه. خذلان یعنی بتونه نکنه، خذلانه عرفه.